میخوام ده مردی که هر خانمی عاشق ازدواج کردن باشه رو بهتون معرفی کنم همین الان شروع میکنیم به یک کلیپ دیگه از کانال فارسیکا در یوتیوب خوش اومدین میریم سراغ ده مردی که هر خانمی دوست داره باش ازدواج کنه شماره یک وعده وعید دادن به دختری که مد نظرتونه کار رسیدن بهش رو تر میکنه بعد از ازدواج اینو برات میخرم اینجا و اونجا میریم سفر سه شنبه ها میریم شمال جوج سیخ میزنیم برمیگردیم و اینجور چیزا باعث میشه خانما برن توی خلسه و یه زندگی رویایی رو با شما متصور بشن و این باعث میشه جنبه های نامناسب زندگی شما چندان براشون زیر ذره نباشه بزرگ جلوه دادن خودتون بدون گندگویی و بدون نمایش غرور و خودشیفتگی هم عینا مثل وعده وعید اثر داره توی زندگی فلان کارو کردم با فلان چهره سیاسی یا فرد مشهور رفیق بودم از صفر شروع کردم و الان همه چی دارم توی شغلم از اینجا رسیدم به اونجا واسه اینکه خیلی ماهرم خیلی از شرکت های رقیب با من دیدار میکنن که منو بکشونن شرکت خودشون سفر رفتن فلان شهر بهمانجا و از این جور حرفا وقتی دارین از این حرفا میزنین انتظار ایجاد میکنین و انتظارات اگه بعد از ازدواج برآورده نشه آستینتون پاره شماره دو شنیدن درباره برنامه های مالی آینده خیلی برای خانمها جذابه میخوام این کارو کنم اون کارو کنم پولدار شم شغلم اگه یکی باشه توی خونه بهم کمک کنه درآمدش چند برابر میشه میخوام بعد از اینکه فلان قد پول به دست آوردم فلان رو به عنوان شغل دوم سوم در کنار شغل فعلیم انجام بدم باید یه خونه بسازم توی فلان شهر شمالی که ضد زلزله ضد بمب اتم و ضد زامبی باشه و غیره برنامه ها و اهداف مالیتونه که حتما بگین حالا بعد از ازدواج نتونستین انجامشون بدین هم طوری نیست فقط قول و عهد و پیمان نبندین شماره 3 نق نزدن و ناله نکردن از وضع موجود جامعه بحث و سیاسی نکردن قر نزدن از قیمتا جلوی دختره هرچند که ما تحت همه رو واقعا عریض کرده این قیمتا و همینطور شکایت نکردن از اونچه در گذشته سرتون اومده مثلا در کودکی دوران دبیرستان توی دانشگاه و سر کار و حرف نزدن از ورشکستگی های مختلف مالی باعث میشه فردی امیدوار به آینده جلوه کنین و با اکثر مردم متفاوت باشین همین متفاوت بودن از بقیه شما رو جذاب خواهد کرد و دل دختر مورد نظر رو تصاحب میکنین شماره چهار چندین بار دیدن عکستون یا به جای یه عکس چند تا عکس ازتون دیدن که علاوه بر سلفی شامل عکس قدی هم باشه وقتی که برای بار اول دارین با هم چت میکنین به خاطر یه اصل روانشناسی که هر چیزی رو زیاد ببینی برات جذاب تر میشه باعث میشه اگر در عکس اول فقط ده درصد طرف جذب میکنین در عکس دهم این علاقه و زیبا دیدن شما به رقم بسیار بالایی برسه یعنی شما رو جذابتر میبینه بعد از دیدن عکس دهمتون پس از خودتون زیاد عکس بفرستین از زاویه‌هایی هایی که جذابتر هستین بیشتر عکس بگیرین و بفرستین ایزن دیدار متعدد شما به روش های مختلف با دختر همین کار عکس های متعدد رو میکنه و مجذوبتون میشن و وقتی جذب شدن دیگه کار تمومه چندین بار ملاقات قبل از خواستگاری رسمی توی خواستگاری رسمی یکی دو بار به یه بهانه بیرون رفتن از اتاق و دوباره وارد شدن پیش دختره و بعد در دوران معرفی و تحقیق هم به بهانه های مختلف مثل آشپختن هدیه آوردن و اینجور کارا فیس خودتون رو بیشتر به دختره نشون بدین تا کم کم محبتتون در قلبش شکل بگیره شماره پنج توی چت ها استیکرهای خنده قلب و غیره رو به صورت متناسب و وابسته به حالت درونی خودتون و اوضاع عمومی گفتگو استفاده کنید مخصوصا اگه در فضای واقعی خجالتی هستین یا شرم حیا اجازه نمیده توی چت فرصت و غنیمت بشورید و حال خوش درونی لبخندهایی که موقع چت می‌زنین و اینجور حالات درونی خود خودتون رو حتما در قالب استیکر براش بفرستیم اثر جلب محبت این کار بسیار بسیار بیشتر از گفتگوی صرفا بر اساس متن شما رشیش بعد از رسیدن بحث توی چت به یه مرحله مناسب گفتگوی صوتی داشته باشین که خانما چون به شدت سمعی هستن زودتر از چت متنی با مکالمه صوتی عاشق میشن ابتدای مکالمه رو با شوخی خنده شروع نکنین اجازه بدین مقدار یخ بحث واشه و با هم صمیمیت‌تر بشین مطالب سیاسی بحث‌های اجتماعی شوخی‌های بی‌ادبانه و اینجور مسائل رو در مکالمه مطرح نکنید و اگه ناخواسته مطرح شد سری موضوع عوض کنید و فقط از خودتون دو نفر و آینده مشترکتون حرف بزنید شماره هفت هیکل ورزشکاری بازوهای درشت گاز زدنی برای همه دخترا جذابه نیازی نیست شکمتون شیشتیکه و دور بازو آرنولدی باشه فقط کافی از پسرهایی که ورزش نمیکنن کمی درشتتر کنید خودتون رو تا اکثر ها شما رو شوهر آینده خودشون تصور کنن شماره هشت بعضی دخترا پسر ناشی ترگل ورگل خام دست و پا لرزون رنگ دختر ندیده دوست دارن بعضی کاملا برعکس از بدبای به آدم هفت خط خوششون میاد و بعضیا براشون فرقی نداره هر کی بیاد جلو میگن جون فقط شوهر باشه شوهر باشه کوفت باشه باید قبل از اینکه از سوابق درخشانتون در مخزنی حرفی بزنین این موضوع شناسایی کنین و طرفتون رو بشناسین که از کدوم دسته از دختراست از طرف دیگه به همین علت متنوع بودن دخترها، راههای رسیدن به خدا برای همه پسران موجوده پراید فقط وسیله است منظورم اینه که برای همه دختر واسه ازدواج هست فقط باید بگردی و اونقدر جواب نه بشنوی که نه از نه معدونت بزنه بیرون تا بالاخره یکی رو پیدا کنی که هم فکرت باشه و بهت علاقمند بشه و داماد بشی شماره 9 نگیم پول ننویسین پول زنی که واسه پول بیاد زنت بشه زنت میشه ولی بمون نمیشه تا روزی که پول هست باد خوشه وقتی پول رفت یا خودش هم میره یا اگه به خاطر بچه ترس از آینده و واکنش اطرافیان یا رسم نداشتن طلاق توی خانواده یا شهرشون و مسائل دیگه بخواد باهاتون ادامه بده باید حسابی روی قدرت قرقرشنویتون کار کنی پس اگه حتی ثروتمند هستین به دختری که واقعا میخواین باهاش ازدواج کنین نگین اصلا نگین ماشین دارین نگین از خودم خونه دارم نگین درآمدم بالاست آدم عاقل که واسه پیدا کردن زن زندگی از قدرت پول بهره نمیگیره زن بساز میخوای نگو پولدار هستم شماره ده علا رغم حرفی که در گزینه قبلی زدن و کاملا هم صحیحه داشتن یه پراید حتی شده دست دوم شانس بله شنیدن شما رو خیلی زیاد بالا میبره حتی اگه خونه نداشته باشین و اجاره نشین باشین میدونین چرا داشتن ماشین کار رو راحت تر میکنه چون 99 درصد دخترها عاشق سفر گردش تفریح و دور زدن با همسرشونن و شما میشین شاهزاده سوار بر پراید سفید که دخترا رو به یکی از مهمترین آرزوهاشون میرسونین بله قدرت پراید رو دست کم گرفته بودیم ولی خیلی قدرت داره ناکس اگه تونستین پول جمع کنین تا یه فرغون از سایپا بخرین دست اول یا دومش چندان مهم نیست فقط سالم باشه و کار کنه اگر هم نتونستین ماشین تهیه کنین اصلا قصه نخورین دختر زیاده شوهر کم رخت خواب پهن کن زیاده اونی که نیست شوهره شوهر اگه از کلیپ خوشتون اومده منو و کلیپ رو با بقیه شاید کنید تا ازش استفاده کنند